منابع خبری بامداد چهارشنبه گزارش دادند کابینه اسرائیل به صورت رسمی توافق مبادله اسرا با جنبش حماس را در مقابل آتش‌بس چهار روزه پذیرفته و تایید کرده است. بر اساس این توافق صدها کامیون ویژه حمل کمک‌های بشردوستانه، درمانی و سوخت وارد همه مناطق غزه بدون استثناء خواهد شد. سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما همراه هستند. آقای شریف نژاد سلام، وقت شما بخیر. سلام از عزیزتون. نقش مصر و قطر در آتش‌بس ایجاد شده چگونه بوده و آیا کشورهای دیگری هم در این رابطه نقش دارند؟ ببینید، بعد آغاز قائلی 7 اکتبر و تا به امروز که ادامه داشته این نزاعی بین اسرائیل و جنبش های مقاومت در فلسطین و در غزه جمله حماس و فتح، قطری ها خودشون رو نقش تعیین کننده در ارتباط با این گروه ها دونستند و تلاش کردن که به یک نقاط مشترکی بین این گروه ها و طرف مقابل برسن. مصری ها از اونجایی که از نفوذ منطقه‌ای خودشون در کرانه باختری هم دارن و همین از نفوذ خودشون در کرانه باختری و جنبش صاف استفاده کردن و مصر و قطر بازیگران میدانی منطقه بودن، برخلاف آنچه که تهران خودش رو سخنگوی جریان محور مقاومت یا همون جریان گفتگوی محور مبارزات امروز، حزب تهران از این مذاکرات نشون داد که تهران تعیین کننده نیست و این مصر و به اصطلاح قطر و ایالات متحده آمریکا بودن که از دو طرف این جریان رو مدیریت کردن و تا به این نقطه رسیدن. بله، ببخشید، تا چه حد توافق انجام شده را اجرایی میدانید و به نظر شما آیا دو طرف نسبت به آن پایبند خواهند بود؟ ببینید، این توافقی که الان رسانه‌های مختلف در موردش دارن ذکر میکنن دو وجه داره. یک وجهی که طرف اسرائیلی است که تقریبا درگیر بین کابینه نظامی و کابینه سیاسی و از اون ور یک حزب تندروی راستگرای تندروی دیگه هم هست که مخالف این آتش‌بس با اونجا درگیرن و از این ور در غزه هم بین فتح و حماس یک درگیری وجود داره که جریان فتح به اصطلاح میگه ما هم تعیین کننده هستیم در این طوفان الاقصی، در این جنگ. به همین یه خود این مسئله دچار همگستختگی وحشتناکی است که آیا این شکننده است، آیا واقعا این آتش‌بس اتفاق خواهد افتاد یا خیر. باید ببینیم که آیا این گروه ها با هم به تفاهم میرسن یا فقط به کاغذی که دارن یا آتش‌بس رو مطرح میکنن. بله جناب شریف نژاد، آیا چشم‌اندازی برای دستیابی به یک آتش‌بس دائم و پایان جنگ می‌بینید و در چه صورتی این اتفاق رو خواهد داد؟ ببینید، آتش‌بس در منطقه غزه یا به اصطلاح در این بحران بین فلسطین و اسرائیل نیازمند همون طرحی است که در پایان اجلاسی کشور اسلامی مطرح شد، دو کشوری شدن یا دو ملتی شدن. تنها راهی که میتوانیم منطقه را از این جنگ دیگه خلاص بشن و دیگه این بحران جنگ اتفاق نیفته همون چیزیست که تریست که هم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد، هم در پایان اجلاس کشور اسلامی دو کشور شدن و دو ملتی شدن این دو و به تفاهم رسیدن این دو کشور با هم دیگه است و یک انتخابات آزاد در فلسطین و در غزه و تعیین کنندگی نقش یک اپوزیسیون واحد در اونجاست و از اون ور هم در اسرائیل که بپذیرن که این کشور به وجود اومده و اون موقع است که ما دیگه میتونیم بگیم یه آتش‌بس واقعی است. ببینید، در بعد از سیف القدس، نبرد قبلی سیف القدس، همه میگفتن این آتش‌بس یه آتش‌بس نهایی است، ولی بازم دیدیم که ما به جنگی رسیدیم و همین ما باید ببینیم که آیا آتش‌بس اتفاق میفته. اتفاق افتادنش نیازمند همین تفاهمی است که باید انجام بشه.